ما به آینده فکر میکنیم. در نتیجه آیا میشه گفت که این بخش هم در جانوران دیگه یا وجود نداره یا محدودتره نسبت به انسانها؟ بله، ببین، خاطره انسان چند جوری. خاطره عطف به ما سبقه، یعنی خاطره گذشتمون هستش. یه خاطره که الان در حال انجامش هستیم بهش میگن working memory، که داریم الان ازش استفاده میکنیم. یه خاطره عطف به آینده هستش. این خاطره عطف به آینده بیشتر مربوط به ساختار قشر جلو پیشانی هستش، که در انسان بیشتر از هر موجود زنده دیگه‌ای پرورش پیدا کرده و اینقدر نگرانش کرده که حتی به فکر زندگی بعد از مرگش هم افتاده. پس این زندگی بعد از مرگ هم از اونجا میاد. کاملا درسته. یعنی اگر ما این خاطره عطف به آینده رو نداشتیم، بهش میگم پروسپکتیو مموری، به فکر مردن بعد از مردنمون هم نمی افتادیم، بهشت و جهنم هم نمی ساختیم و چقدر جالبه این. این روح هم اخترانش نمی کردیم که بگیم زنده میمونیم، چون که نگرانی داریم که وقتی که مردیم با وجود هیچ چیز در واقعا از همون باقی نمیمونه، ولی بازم دلمون نمیخواد که فکر کنیم که از بین رفتیم و توی قبر تنهاییم. به این جهت خیلی چیزها رو، موجودات ماورا طبیعی رو اختراع کردیم که همراهیمون کنن و کمکمون کنن خیلی در جالبه. زندگی پس بعد از مرگ. آقای دکتر گفتین در بخش پیشانیه، درست جلوه؟ بشه جلو پیشانیه، بله. بنابراین اگر اون قسمت رو، حالا یک من به عنوان یک آدم کاملا ناآگاه در این زمینه در نظر بگیرین، اگر به یک ترکیبی این بخش برداشته بشه، من نمیدونم آیا همچنان انسان زنده خواهد موند یا نه، ولی اگر این بخش صدمه ببینه یا برداشته بشه، به این ترتیب این نگرانی ها اصلا از بین خواهد رفت به طور خود به خود. بله، حتما شما فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته. فاخته، بله. ببینید این رسم بود البته که عذر میخوام آقای دکتر، برای دوستانی که در ایران دارن ما رو تعقیب میکنن، ترجمه فارسی این فیلم بود دیوانه از قفس پرید. پرواز بر فراز فاخته، آشیانه فاخته، بله. بله، بیمارا که استراب خیلی شدید داشتن یا رفتارهای تهاجمی خیلی شدید داشتن یا رفتارهای بیماری های روانی داشتن، می آمدن و یک سوراخی از با یک یخشکن فشار می دادن و با چکش می زدن، می رفت و بهش می گفتن لوباتومی. و این الان گویا ساختارهای، ممنوع شده دکتر جان، درسته؟ بله، ممنوع شده، کار احمقانه بوده، ولی خب رای نداشتن در واقع اون موقع. و این ساختار لوب جلو پیشانی رو مختلش میکردن و این استرابای شدید و پاتولوژیک و بیماریزای مریضا رو از بین میبردن و اینا رو به این موجودات خیلی پسیو و انفعالی تبدیل میکردن. و جالب. یکی از کتابایی که من ترجمه کردم کتاب خطای دکارت هستش که راجع به همین موضوعه، که چطوری زایات لوب جلو پیشانی طرف راست اصلا شخصیت آدم عوض میکنه، به یه موجود زده اجتماعی تبدیلش میکنه. حالا ببخشید دکتر جان، چون راجع به طرف راست صحبت که این طرف چپ چی کار میکنه؟ طرف راست بیشتر به عقلانیت و قضاوت های اجتماعی مربوط هستش، طرف چپ بیشتر به قضاوت های علمی و ریاضی و این درست همون شبیه نیمکره چپ و راست مغز هست؟ بله بله، آره، تفاوت تقسیم کار خیلی جالبی بین دو تا نیمکره انجام گرفته و طرف راست بیشتر به ادبیات و فلسفه و دین و احساسات و احساسات و بله احساسات و افسردگی و شعر و شاعری و اینا تخصیص داده شده و نیمکره چپ بیشتر به علم و منطق. گفتار و بله منطق علمی و ریاضیات به نیمکره چپ. اون وقت آقای دکتر، آیا ما میدونیم که در چه زمانی در این سیر تحولی، چون الان بسیار جالب شد، به نظر میاد که ما از این جهت از دیگر جانوران متفاوت و ممتازیم، این به اصطلاح لب پیشانی ما، جلو پیشانی ما، کی
رشد پیدا کرده، که ما رو متفاوت کرده، که ما این نگرانی از آینده باعث شده که ما برای بریم سراغ موجودات نامرئی یا فرازمینی؟ بله، ببینید اینو توی هومو نیاندرتالا هم مشاهده کردن که تو قارهایی که زندگی میکردن، مشاهده کردن توی این شکاف های قاره یا یه چیزهای استخونای جمع کردن، یه اسکلت های جمع کردن و حتی مرده هاشون رو به طرز خاصی دفن میکردن و روی مرده هاشون پیدا کردن که گرده گل بوده، یعنی حتی گل میریختن روی مرده ها یا خاک رس میریختن. خاک رس، خاک قرمز علامت، فکر میکردن که حیات از خاک قرمز به خاطر رنگش شبیه آه چه بوده جالب. و خاک قرمز میپاشیدن. احتمالا تو هومونه انتردالا هم یه تفکر بعد از مرگی وجود داشته، یعنی نگرانی عطف به آینده وجود داشته، ولی چون این مغز ما نمیدونیم توی مثلا آدمایی که قبل از این هوموساپینس 100,000 سال پیش تحول پیدا کردن مغزشون چطوری بوده و چطوری فکر میکردن، پس ولی یعنی میشه گفت قدر قدمت این ماجرای باور به یک ایجنت یا یک عامل فرازمینی حداقل 100,000 سال هست. حتما توی بشر هوموساپینس ها هر جایی که آثارشون بوده یه آثاری بوده که یه چیز ماوراءطبیعه باور داشتن، یعنی پس در نتیجه اینه که یه ترسی از آینده و ترسی از مرگشون داشتن که مجبور شدن این ایده رو ایجاد کنن. و یکی دیگه این هستش که وقتی که این سیستم لیمبیک که طرف راست آدم که مرکز در واقع روانشناسی آدم و تولید کننده استرابات و استرابات خشن و ترس و خشونت و اینا هستش، وقتی شکل بگیره این دیگه مجبور برای تسکین خودش به یه نیروهای ماوراءطبیعه رو اختراع کنه، چون که این مسئله مواجه میشه که نمیتونه حل و فصلشون کنه و حزمش برای براش مشکله. تسکین این برای تسکین این مجبور به یه نیروهای ماوراءطبیعه رو اختراع کنه و لوب جلو پیشانیش هم در این امر خیلی کمک کرده، چون این لوب جلو پیشانی مرتب سعی میکنه که مسائل رو حل و فصل کنه و یه نظمی تو طبیعت ایجاد کنه، پیدا کنه، و این فشاره باعث میشه که باعث شده که علمش پیشرفت کنه و بازم به دنبال خالق بگرده که از کجا آمده، به کجا میره، کی اینو خلقش کرده. و اگه به داستان همین سیر تفکری که من نوشتم تو کتاب مراجعه کنید، مخصوصا این تفکر رو من دنبال کردم که چطوری از هومو نئاندرتالا شروع شده به انسان رسیده و در طول تاریخ تفکری آدم این خداها چطوری تکامل پیدا آقای کردن. دکتر اگه موافق باشین جلسه آینده که شما در برنامه حضور دارین حتما راجع به سیر تفکر با هم دیگه گفتگو بکنیم.